خب قبل از اینکه فصل دوم کتاب و نمیدانند چرا رو بخوام بخونم میخواستم روی جلد کتاب رو کامل بخونم که با فونت ریستری نوشته شده افسرد دلند از زندگی به سطوح آمدند خیشتن را فرومایه میپندارند عزیزان خود را آزار میدهند دوستند و ناخواسته دشمنی میکنند طلاق می دهند و به زن و خیش خیانت می ورزند. به خودکشی، گزاری، قمار و تنفروشی پناهنده می شوند حتی به تبهکاری و جنایت دست می آلایند و نمی دانند چرا دکتر ناصرالدین صاحب زمانی چاپ اول کتاب 1340 چاپ دوم 1344 و باور نکردنیه تیراژ 3000 نسخه مقدمه انگلیسی که از این کتاب نوشته شده پروفسور دکتر باش مستشار عالی سازمان بهداشت جهانی برای بهداشت روانی در ایران که این مقدمه رو نوشته کتاب دو فصل در واقع بخش نخستش پرتوها هست که به موضوعهای مختلفی در واقع میپردازه مثل در روانشناسی چه میجویند روش صحنه ها منطق صحنه ها خودشناسی که توی این مثلا خودشناسی در مورد مثلا تیپ شناسی گذشته ها، نهادهای روانی، پناه به بنبست زهکاری، به دفاع منفی، دفاع گریز، نمیدونم، وسواس ها، حراس ها و کلی چیزهای دیگه میپردازه که خیلی در واقع تخصصیه. ولی بخش دوم در واقع بخشیه که دیالوگ که بین آقای دکتر و مراجعینشون در مطب یا در رادیو این مکالمات صورت گرفته که به صورت نمایش نامه نوشته شده یعنی به صورت دیالوگ نوشته شده بنابراین من سعی میکنم این رو تا جایی که میتونم به بهترین شکلی که میتونم براتون اجرا بکنم بخش دوم صحنه ها یه مقدمه ای داره که اون مقدمه رو باید بخونم از مولاناست که ربط داره به این اجرایی که میخوایم انجام بدیم الان با هم دیگه بشنویمش میگه که دید موسا یک شبانی را به راه کو همی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت دستکت بوسم بمالم پایکت وقت خواب باید بروبم جایکت گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خویش گفت موسی هی خیره سر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی گر نبندی زین سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را گفت ای موسا دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی وحی آمد سوی موسا از خدا بنده ما را چرا کردی جدا ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگری ما حال را چون که موسا این اتاب از حق شنید در بیابان از پی چوپان دوید عاقبت دریافت او را و بدید گفت مجدده که دستوری رسید هیچ آدابی و ترتیبی مجوی هرچه می خواهد دل تنگت بگوی اپیزود اول واقعا 95 درصد مردم بیمار روحی تصور کنید مکان این اجرا در واقع یک مذهب دکتر روانپزشک روانشناسه و در واقع در دهه چهل به سر میبریم و تیپ و لباس و فرم حرف زدن خانمها و آقایانی که اون موقع هستن رو متصور بشید اون اتاق رو متصور بشید از موبایل و اینترنت خبری نیست فرم ادبیات و چگونگی بیان خواسته ها فرق میکنه و ما پرتاب میشیم به سالها پیش حدودا شاید سال 1340 خب اسم این بخش همونطور که گفتم واقعا 95 درصد مردم بیمار روحی مراجع مراجعه میگه که یه خانومیه ها مراجعه خانومیه و میاد میگه که خیلی ناراحتم آقای دکتر به خدا از دست این ترس و نگرانی زله شدم اصلا خیالاتی شدم از هیچی دیگه لذت نمیبرم هرچی میخوام سرم و به چیز دیگهای مشغول بکنم هرچی به خودم تلقیم میکنم که خب بابا مرگ یه دفعه شیون یه دفعه دیگه این همه ناراحتی واسه چی اصلا دلم آروم نمیگیره آقای دکتر آقای دکتر میفرمان مم. ببخشید خانم شما ازدواج کردید؟ این مهمه ها اینی که بعد از یک شروع مکالمه ای چرا دکتر در مورد ازدواج این خانم میپرسه احتمالا این خانم چند سالشونه شاید این دلنگرانی ها مربوط میشه به یک عدم همراه دوست یا شوهر یا هر چیز دیگه ای و اولین پرسش آقای دکتر اینه میگه ببخشید خانم شما ازدواج کردید خانمه میگه بله آقای دکتر دلم برای شوهر بیچارم هم میسوزه اون بدبختم الان مدتی که از دست من یه لحظه آرامش نداره خب خانم آخه چرا؟ از چی ناراحتید؟ آخه آقای دکتر خونه من که دیگه رنگین تر از خونه اون صدی نود و پنج مردم بدبخت نیست که همه بیمار و مریض و بیچارن از کجا معلوم که منم یکی از اونا نباشم ها؟ اه... ببخشید منظورتون چی؟ کدوم صدی مقصودتون رو درست نمیفهمم. چطور آقای دکتر منظورم همون صدی نود و پنج از مردمه که به بیماری های روحی و عصبی مبتلا هستند دیگه خیلی معذرت میخوام خانم یک موضوع از بیانات شما رو درست نفهمیدم اجازه میدین که توضیح مختصری از شما بخوام خواهش میکنم آقای دکتر بله شما فرمودید که صدی نود و پنج از مردم منظور تو کدوم مردمه؟ مردم دنیا به طور کلی یا مردم ایران و یا مردم تهران چه فرقی میکنه همین مردم دیگه مرد مردم ایران مردم ایرانو دارم میگم دیگه آقای دکتر خب خیلی فرق میکنه خانم کسی که میخواد آمار به دست بده و با حساب دقیقه ریاضی و عدد حرف بزنه باید حرفش هم روی یک مبنای صحیح استوار باشه همینطور که نمیشه یه دفعه گفت صدی و پنج ممکنه حالا ازتون تقاضا بکنم که بفرمایید این عدد از کجا راجع به مقدار بیماری های روحی و عصبی به دست آوردید که صدی از افراد دچار بیماری های روحی و عصبی هستند؟ آقای دکتر از همین روزنامه ها و مجلات و اینا دیگه یعنی من خودم خودم توی یکی از این روزنامه ها خوندم که صدی شست مردم به بیماری های روحی و عصبی مبتلا هستن و راستش آقای دکتر از وقتی که این حرف رو خوندم دیگه خیالات برم داشته که نکنه منم بیمار روحی باشم و همونطوری که گفتم دیگه زندگی رو به خودم و شوهرم تلخ کردم اون بیچاره هم اومد بهترش کنه بدترش کرد مم. چطور یعنی؟ هیچی آقای دکتر اون از قله دکتر نقل کرد که توی مهمونی گفته بود صدی نود و پنج مردم مریض روحی هستن و خودشون هم نمیدونن و خیلی هم هی بیخودی دوا درمونایی میکنن که مربوط به کسالتشون نیست و اون وقت شوهرم به اصطلاح بر اینکه منو دلداری بده گفت خب حالا که صدی مردم همه دیوونن خدا فقط به داد اون پنج درصد نفر آدمای عاقلی برسه که توی این دیوونه ها گیر کرده اونا باید بترسن والا منو تو که حسابمون با کرم کاتبینه دیگه ما ترسی نباید داشته باشیم دکتر یه ذره میخنده و میگه که خب از اون وقتم شما حتم کردید که پس شما بیمار روحی و یا به قول خودتون دیوونه هستید خانم میخند و میگه البته دیوونه نه ولی بالاخره آقای دکتر اینجا حرف خانم رو قطع میکنه و میگه بله ولی روحن ناراحت بله آقای دکتر خب بازم جای شکرش باقیه که لاقل در مورد خودتون با دیگران این فرق رو میذارید که دیوونگی با ناراحتی ساده روحی خیلی فرق داره ولی اجازه بدید که به یکی دو موضوع گذشته که ناتمون باقی مونده بود برگردیم و ببینیم چطور علم ناقص گاهی زررش بیشتر از جهل محض میشه اجازه میدید؟ قبل از اینکه این دیالوگا رو تموم کنم میخوام جای پرانتز باز کنم که ببینیم اینجا آقای دکتر چه حرفی زد چقدر روی اهمیت کلمات اینکه یه کسی دیوونه است یا یه کسی یک ناراحتی ساده داره تاکید میکنه و میگه خب خدا رو شد که تو فهمیدی که دیوونگی و ناراحتی ساده روحی اینا با هم فرق داره تفکیک میده اینا رو و خب یه جمله طلایی اینجا به کار برده شده و اون اینه که علم ناقص ضررش بیشتر از جهل محضه دوست دارم اشاره کنم به اتفاقاتی که مثلا امروز در دنیای مجازی میافته مثلا ما چه میدونم مثلا یه مریضی کوچیکی میگیریم سری بدو بدو میریم توی اینترنت سرچ میکنیم ببینیم چیه و ممکن اصلا هیچ ربطی به بیماری جسمی ما نداشته باشه یا یه اطلاعات ناقصی بده و ما استرس و اضطراب فراوونی بگیریم که خب ما این مشکل داریم پس اصلا باید بریم پیش این دکتر یا حتی خیلی از کسایی که میان در مورد مسائل مدیتیشن یا چیزهای مختلف حرف میزنن که در واقع با علم ناقصشون حرف میزنن برای جذب مخاطب زیاد باعث چه دردسرای زیادی برای آدم میشن و همونطور که اینجا نوشته ضرر علم ناقص بیشتر از جهل محضه حالا آقای دکتر میخواد به این خانم توضیح بده و خانم هم میگه خواهش میکنم بفرمین آقای دکتر توضیح بدید آقای دکتر میفرمان اولا راجب حساب و آماری که درباره بیماری های روحی گفتید که در دنیا یا در ایران چه فرقی میکنه و من گفتم خیلی لازم به توضیح هست که این توضیح بدم که در شهرهای خیلی شلوغ و صنعتی که جمعیت زیاده و وسایل نقلیه و عبور و مرور خیلی پر سر و صدا و ناراحت کننده و فراوونه کارخونه و شرکت ها و اداره های مختلف مراکز و اطراف شهر رو سر و صداشون پر کردن خواه ناخواه ناراحتی ها ها و رفت آمد های خسته کننده و برخورد‌ها و تصادفات و امثال اینها خیلی بیشتره تا شهرهای کوچیک و بی سر و صدا و یا روستاها و دهات اینطور نیست بله آقای دکتر کاملا همینطوره ببینید در همین تهران خودمون اون وقتا که کوچیک و کم جمعیت بود و هر کسی منزلش تا محل کارش فاصله زیادی نداشت و به قول مشهور هازا مسجد هازا مهراب یا هازا منبر بود و آدم از خونه در می اومد می رفت تو دکون یا حجرش و از حجرش در نیمده می تپی توی خونش چقدر عصبانیت و ناراحتی کمتر از حالا بود که بعضی از اشخاص از خونهشون تا محل کارشون دو کورس اتوبوس باید بشینن و برای هر اتوبوس هم گاهی باید کلی معطل بشن خانمه میگه چرا اتوبوس رو میگین آقای دکتر همین امروز که من میخواستم خدمتتون برسم اول که 20 دقیقه معطل شدم تا تاکسی برسه وقتی تاکسی رسید و سوار شدم به اندازه نیم ساعت هم همینطور سر این چاره گیر کردم سر اون چاره گیر که تا بالاخره تونستم برسم به اینجا آقای دکتر میگه بله کاملا صحیحه دوستان توجه داشته باشید که ترافیک اون موقع تو تهران هم خیلی بوده حالا الان که خیلی بیشتر از اون موقع ترافیکه آقای دکتر میفرمان کاملا صحیحه ولی حالا خودتون ملاحظه میفرمایید که اگه شما این کم و بیش یه ساعت و با ناراحتی تو راه وقتتون تلف نمیشد چقدر راحتتر میتونستید اینجا بیاین و اعصابتون کمتر تحت فشار قرار میگرفت البته ولی این دیگه تقصیر شما نیست آقای دکتر که محل و کارتون انقدر دوره لطف دارید ولی میدونید که اینجا حساب من نوعیه دکترا یا تمام ادارا و کسانی که آدم باشون سر و کار داره تو شهرهای بزرگ نمیتونن که همه نزدیک خونه همه مردم باشن بله آقای دکتر البته بله به این ترتیب پس وقتی راجع به ناراحتی‌های عصبی و روحی و فراوانی و شیوع اونها صحبت می کنیم باید ببینیم که کجا رو در نظر داریم چون همونطور که گفتم در مناطق شروع شلوغ و پرهمهمه و صنعتی این ناراحتی ها عموما بیشتره تا مناطق کوهستانی و شهرهای کوچیک و ییلاق و مراکز کم جمعیت و اما راجع به ایرانم که گفتیم تهران یا تمام ایران با همین حساب روشن میشه که همه جای ایران که مثل تهران شلوغ و پر التحاب نیست خانم میگه که خب پس راجب تهران چی میفرماین؟ آقای دکتر؟ هیچچی خانم نه در تهران و نه در هیچ جای دیگه هنوز یک آمار دقیق که با اسلوب صحیح علمی انجام گرفته باشه تهیه نشده تا ببینیم واقعا چند درصد مردم احتیاج به کمک های روانشناسی و روانپزشکی و اعصاب دارند دوستان توجه کنید چقدر مهمه که ما اینجا داریم در مورد این درصد ها حرف میزنیم مثلا امروز در مورد هر چیزی میان میگن انقدر درصد از مردم از فلان چیز بیزار هستن انقدر درصد از مردم از این محصول خرید میکنن درصد های ارائه میشه بدون اینکه حتی از کسی سوالی شده باشه حتی اون موقع هم همین چیز در واقع همین شکل رفتاری وجود داشته که در واقع مثلا گفتن انقدر درصد از مردم بیمار هستن و آقای دکتر اشاره میکنه که اصلا تا حالا با اسلوب با یک اسلوب صحیح این خیلی مهمه اصلا نیومدن آمار بگیرن و هر دنبیل و یلخی و علا بختکی اومدن یه حرفی زدن و در ادامه میگه آقای دکتر که ولی اون چی که میتونم به شما اطمینان بدم اینه که آمارهای از قبیل صدی شست و صدی نوود و پنج به طور کلی فاقد صحت و ارزشه و تنها حدس‌های خطرناک و بی اساس محسوب میشه. شما نگاه کنید الان مثلا در مورد خوردن یک ویتامین یا ضرر یک ویتامین میان چقدر میگن انقدر درصد از مردم با خوردن این ویتامین این مریضی رو میگیرن پس ویتامین نخورید انقدر درصد از مردم ثابت شده که با خوردن لبنیات سرطان میگیرن ولی واقعا این آمارها از کجا داره میاد پس این خیلی مهمه که چه دیتا و چه داده و چه سندهایی داره ارائه میشه و با همین غلطهایی که داده میشه چقدر آدما میتونن توی استرس بندازن شاید به نظر خیلی موضوع ساده ای بیاد ولی به نظرم وقتی در ذهنی کسی تهنشی میشه میتونه بسیار پیچیده و استرس باشه خانم میگه پس راجبه حرف اون دکتر که تو مهمونی گفته بود چی میفرمایین آقای دکتر آقای دکتر میگه که کاملا ممکنه که شوهر شما حرف ایشون رو بد تعبیر کرده باشه یعنی ایشون مثلا گفته باشه که صدی 95 از بیمارایی که به من یا به بعضی از همکارانم هم مراجعه میکنن دارای مشکلات و ناراحتی روحی هستند و پیش خودش تصور میکنن و پیش خودشون تصور میکنن که مریضن و بی خودی دنبال دوا و طبیب میرن از این رو هر پزشک باید از اصول روانشناسی و روانپزشکی آگاه باشه تا این گونه افراد و بتونه راهنمایی بکنه این حرف حرف صحیحیه یعنی آقای دکتر اینجا یه جوری اومد گفتش که احتمالا اون دکتره هم که تو مهمونی اومده اون حرف زد زده احتمالا در مورد مراجعین خودش اومده این حرف رو زده نه اومد بد کنه اون دکتره رو قابل توجه بعضی از دکترایی که امروز همه رو بد میکنن یعنی این یه جوری حتی درس ادب دادنم در لفافه به نظر من هست آقای دکتر ادامه میده میگه که ولی این غیر از اینه که کسی نتیجه بگیره صدی از مردم معمولی که در کوچه بازار راه میرند همه بیمار روحی هن. البته کمتر کسی است که دارای مشکلات فکری و روحی نباشه و شما به خوبی خودتون میدونید که داشتن مشکلات روحی و فکری و ناراحت بودن غیر از بیمار روحی و دیوونه بودنه واقعا تعمل بکنید روی این جمله این که ما مشکلی داریم یک مشکل روحی و فکری داریم یا رنجیده خاطر هستیم فرق میکنه با اینکه بیان یک برچسبی بزنن روی آدم که تو ADHD داری تو اینو داری تو اونو داری اصلا تو دیوونه هستی پس چقدر کلمات و جملات مهمه این خیلی اهمیت داره من دوست دارم دوباره این جمله رو بخونم ببینید که آقای دکتر میگه که داشتن مشکلات روحی و فکری و ناراحت بودن غیر از بیمار روحی و دیوانه بودنه خیلی از پزشکایی که ما بهشون امروز مراجعه میکنیم سری میگن برو روان تو درست کن و خیلی اوقات اصلا نمیان ببینن که مشکل روحی تو چیه شاید تو اصلا بعد علت مسئله روحی تو وقتی میفهمی باید به یک جای دیگه مراجعه بکنی و دوست دارم اینجا خاطر اومد یه چیزی رو در مورد آقای دکتر و کتابشون توضیح بدم که وقتی که کسی به ایشون مراجعه میکنه یکی از چیزهایی که مهمه اینه که پزشکایی که به روانشناسی و روانپزشکی در واقع اشراف دارن و مطب دارن خیلی اوقات از بیمارهایی که فکر میکنن بیمار روانی هستن و رجوع میکنن به اینا برای حل مسئله شون دکترای روان پزش و روانشناس ازشون آزمایش خون میخوان یعنی گاهی اوقات حالا شاید جلوتر توی اپیزودهای بعدی بهش برسیم که خیلی از علت ناراحتی روحی در بدن اختلال مثلا هورمون یا یک مشکلی که تو جسم شما وجود داره من از شما میپرسم آیا حالا شده به دکتر روانشناس یا روان پزشکی برید و به شما بگه که برید آزمایش خون بدید مثلا تیرویدتون رو اینا رو چک کنید بعد بیم راجع به مسئله با هم حرف بزنیم و توجه داشته باشید این میزان از روشنگری و تفکر درخشان مال چه سالیه ما امروز وقتی کسی اتیاد داره یا وقتی کسی استرس داره یا وقتی کسی کابوس میبینه سریع بهش یه دارو میدن ولی شاید اصلا علت اون در یک اختلال بدنیه این که میگه تن سالم روح سالم در تن سالم اینا رو بیخود نگفتن حالا در ادامه جمله آقای دکتر رو میخونم که میگن که دقیق ترین آماری که فعلا ما در دست داریم آمار سازمان بهداشت جهانیه که طبق برآورد کارشناس های اون در نقاط متمدن و صنعتی و شلوغ دنیا در حدود صدی ده از مردم احتیاج به مراجعه به روان پزشکو دارن یعنی داره میگه که جاهایی که شلوغه سر و صداست پرترافیکه بله مسائل زیادتره و صدی ده تازه داره میگه احتیاج دارن که برن پیش روانشناس اون هم البته نه اینکه اونها همه سخت بیمار روحی باشن بلکه احتیاج به دستور و راهنمایی دارن که بدن وضعشون بد و خطرناک نشه در ایران ما از اونجا که هنوز تمام قسمت اون زیاد شلوغ و صنعتی نشده این مقدارم صدق نمیکنه و خیلی کمتره. البته در سال چهل لطفا راجب به این گونه آمارها تا خبری رو منابع رسمی تایید نکردند شما نباید بپذیرید به این ترتیب در مورد خودتون هم به هیچ وجه نگران نباشید امکان داره که فقط یه خورده اعصابتون ضعیف شده باشه و به همین جهت شما رو به یکی از همکاران پزشکم معرفی می کنم تا یک معاینه بدنی از شما بکنه و دستورهایی برای تقویت مزاجتون بده فراموش نکنید که به یک ترس از شنیدن خبرها و آمارهای بی اساس راجع به بیماری های عصبی و روانی به کسی بیمار روحی نمیگن کاملا مطمئن باشید خانم میگه خیلی متشکرم آقای دکتر خدا شما و میره خیلی خوشحالم از اینکه این اپیزود رو گوش دادید من ساناز سید اسفهانی هستم و امیدوارم که توپخای من رو ببخشید و اگه نظری داشتید حتما در میون بذارید شاید این اپیزود ها رو ادامه بدم فعلا بدون افکت و موسیقی این اپیزود رو خوندم برای اینکه ببینم خروجی این کار چطور میشه همراهان من در اینستاگرام میدونن که تمام این اپیزودهای کتابه و نمیدانن چرا رو در دوران کرونا به صورت لایو براشون اجرا کردم و خب هیچ کدومشون رو ذخیره نکردم امیدوارم که دوستش داشته باشید خدا نگهدار